بیت کوین چیست و چرا این روزها در ایران بیش از پیش استخراج می شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این برنامه. به تازگی وزارت نیروی ایران اعلام کرده که میزان مصرف برق در کشور بالا رفته و به قول سخنگوی این وزارتخانه شبکه برق رسانی بی‌ثبات شده. دلیل آن را هم استخراج بیت کوین اعلام کرده. به این معنا که به دلیل افزایش مصرف برق برای تولید بیت کوین در بعضی از جاها برق قطع شده. همینطور گزارش رسیده که به دلیل ارزان بودن برق در ایران استخراجگران که در این صنعت به آنها ماینر گفته می شود از چین به ایران سرازیر شدند. همینطور خبرهایی بود از اینکه مدارس، مساجد، حتی گاوداری ها و کارخانجات به محلهایی برای ساخت محلهای استخراج بیت کوین تبدیل شدند. برای بسیاری از مردم که آشنایی چندانی با این ارز دیجیتال ندارن سوالات زیادی ایجاد شده. در این برنامه دو میهمان دعوت کرده ایم که برای همین افراد که آشنایی چندانی ندارن توضیح بدیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این رو به این دلیل گفتم که اگر شما متخصص این مبحث هستید ممکنه بخشی از مسائلی که در این برنامه مطرح میشه به نظرتون ساده و پیش پا افتاده جلوه کنه. اما قضیه عمدیه، به گیرنده هاتون دست نزنید. همونطور که گفتم دو مهمان داریم. احسان نوروزی، روزنامه نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین از برلین با ماست و همینطور امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران از نیویورک. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای نوروزی، بذارید از ساده ترین سوال شروع بکنم. اصلا بیت کوین چی هست؟ از کی شروع به کار کرده و چطور میشه اون رو داشت؟ خب سلام به شما و بینندگانتون. بیت کوین در واقع حاصل چند یه انقلابی در دل انقلاب اینترنت اولا، و بیت کوین به تنهایی در واقع توکن یه شبکه به نام بلاکچین که به صورت مستقل بی مرکز و بی مرز ترانزکشن ها، تراکنش های مالی رو تایید میکنه و این کار از طریق واسطه هایی که ماینر یا معدنچی یا استخراج کنندگان بیت کوین نامیده میشن انجام میشه. حاصل چند تحول بزرگ در دنیای رمزنگاری و توسعه نرم افزار و به طور کلی ریاضی هست بیت کوین، به این صورت که ماینرها با به اشتراک گذاشتن توان پردازشگریشون مسائل ریاضی رو حل میکنن و ترانزکشن های انجام شده رو در قالب هش ذخیره میکنن و بیت کوین رو شما میتونید اینجوری ببینید که یک در واقع شبکه‌ای که قلب و روحش تایید این تراکنش هاست و با همین مکانیزم تونسته در واقع تبدیل به یکی از بزرگترین بانک های جهان بشه بدون اینکه دفتر و دستکی در کار باشه. هر آرمان این اگر اسمشو بذاریم انقلاب، حذف واسطه هاست. در واقع ساتوشی ناکاموتو مبتکر بیت کوین که میتونه شخص یا احتمالاً گروهی از آدم‌های متخصص در زمینه امنیت و رمزنگاری و نرم افزار باشن، با این هدف اومدن جلو که ثابت کنن کد میتونه به صورت مؤثرتری و بدون هر گونه تبعیضی به صورت کاملاً بی‌طرف مسئله اعتماد رو، بحران اعتماد رو حل کنه. به این معنی که اگر من بخوام به شما الان از اینجا هر مبلغی از یک سنت تا یک میلیارد دلار هر چقدر ارزش به شما بفرستم، حالا در قالب هر کارنسی که بخوایم، این میتونه بدون اینکه من و شما نیاز به اعتماد به همدیگه داشته باشیم انجام بشه و فقط و فقط از مجرای این شبکه‌ای که اسمشو گذاشتن بلاکچین. بلاکچین به این صورت کار میکنه که از 2009 شروع شده کارش و هر 10 دقیقه در واقع نبض این شبکه میزنه. هر 10 دقیقه تمام تراکنش هایی که روی شبکه انجام شده در یک واحدی به اسم بلاک ذخیره میشه، در یک بلاکی ذخیره میشه که مجموعه زنجیره این بلاک ها در واقع اسمش گذاشته شده بلاکچین. این یه نکته خیلی مهم هم درباره سازوکار بیت کوین این هست که از زمانی که شروع به کار کرد هر 10 دقیقه 50 بیت کوین به عنوان پاداش به ماینرها داده میشد و یه اتفاقی در کد بیت کوین، در الگوریتم بیت کوین تعریف شده به اسم هالوینگ یا نیمه سازی
که هر 4 سال یک بار برای مقابله با تورم و برای جلوگیری از سقوط ارزش بیت کوین تعداد بیت کوین هایی که پاداش داده میشه به ماینرها نصف میشه. یعنی در سال 2012 این عدد به 25 رسیده و الان از 2016 شده 12.5 بیت کوین در هر 10 دقیقه. و این تا سال 2020 به باز هم نصف خواهد شد. این بیشتر برای اینه که کنترل کنن تعداد بیت کوین ها رو که ظاهرا به یه تعداد این است که بیت کوین به عنوان یک استور اف والیو، به عنوان یه در واقع ابزاری که این امکان رو به شما میده که ارزش رو در اون ذخیره کنید، دچار تورم های پیش بینی ناپذیر نه، این امکانی که در کد تعریف کردم و صحیح. چون در واقع میخواد جایگزین طلا در دنیای مدرن باشه، یعنی در دنیای ارتباطات آنلاین باشه، به این صورت تعریف شده که ما تعداد بیت کوین هایی که در دنیا خواهیم داشت 21 میلیونه. و الان چقدر فاصله داریم؟ ما میدونیم الان چه تعداد هستن؟ بله، من میتونم همین الان رقم لایو رو براتون چک کنم. تعداد بیت کوین های در گردش الان 17,793,075 بیت کوین تا این لحظه است و این تعداد تا سال 2140 به 21 میلیون خواهد رسید و از اون به بعد دیگه این جریان ماینینگ در واقع تموم خواهد شد. ممنونم آقای رشیدی. شما تلاشتون در کمپینی که دارین همیشه این هستش که اینترنت رو بیشتر در اختیار همگان قرار بدین، سعیتون این هست. فکر میکنید بیت کوین اون چیزی هست که بتونن مردم عادی هم ازش استفاده بکنن و در واقع یک روزی تبدیل بشه به اون چیزی که سازندگانش میخواستن که دولت ها رو حذف بکنه، راه اصلی مردم برای مبادلات مالیشون بشه؟ خب همه الان در واقع هست، یعنی الان از نظر تکنولوژی به شکلی هستش که هر کسی میتونه با داشتن حداقل یه موبایل و یه خط اینترنت در واقع از بیت کوین استفاده بکنه، خرید کنه، بفروشه، یا حالا اگه بخواد ماین کنه یه دستگاه ساده کوچیک بگیره. تو گذشته که از این ساده‌تر بود، شبیه کارت گرافیک می‌ذاشتن روی کامپیوتراشون و در واقع اونجا این کار انجام میدادن. اما اینکه بخواد در واقع اونقدر گسترش پیدا بکنه که در مثلا فرض کنید تجارت ازش استفاده بشه، یک مقداری در واقع اینو بعید میدونم، ولی در خرید و فروش‌های روزمره همین الان همه دارن استفاده میکنن. خیلی‌ها تو خود ایران، بیرون ایران دارن استفاده میکنن ازش، لپتاپ میخرن، نمیدونم هر چیزی که در واقع نیاز داشته باشن میخرن. راجع به این بیشتر برامون توضیح میدین که دقیقاً چطور هست؟ مثلا شما اگه میخواین برید آنلاین یه لپتاپ بخرید، معمولا اونجا میزنید قیمتش مشخص هست، مثلا به تومان، به دلار، به یورو، به هر چیزی، اون مبلغ رو از حساب بانکیتون میریزید و پرداخت میشه. در مورد بیت کوین چجوری این اتفاق میفته؟ ببین اونم دقیقاً شبیه همچین چیزی هستش. یعنی اگه که ما فرض بکنیم که حساب بانکی شما کیف پولی هستش که تو جیبتون هست و یه مقدار پول توش دارین، زمانی که شما میخواین با ارزهای دیجیتال هم خرید بکنید، مثلا مثل بیت کوین، شما یه کیف پول دارین که مثلا فرض کنید توش نمیدونم یه تعدادی بیت کوین دارین، 5 تا 10 تا 1000 تا هر چند تا بیت کوین دارین، در واقع پولی هستش که تو جیبتون هستش که همچین حکمی رو داره. خب وقتی شما میرین خرید بکنی، خب البته الان باید نظرش بشون که اونقدر فراگیر نیست که فکر کنید مثلا میگم شما برین رو آمازون میتونید مثلا این کار کنید، یا تو ایران مثلا برین روی دیجیکالا مثلا میتونید همچین کاری انجام بدید. ولی به هر حال هستن فروشگاه هایی، عمدتا بیشتر شاید بشه فروشگاه حوزه تکنولوژی هستن که الان این امکانو فراهم میارن که شما میتونید ببینید اون مبلغی که میخوان پرداخت بکنید با بیت کوین چقدر میشه. مثلا در مورد وی پی ان، چیزی که خب خود من خیلی باهاش سر کار دارم و توش حریم خصوصی، ناشناس بودن و مسائلی از این دست خیلی مهم هست، شما میتونید با بیت کوین پولشو پرداخت بکنید که در واقع مسیر مالی شما هم ناشناس باشه و امنیت خیلی بیشتری رو به دست بیارید. متوجهم. و اگر شما به هر حال بیت کوین رو باید از یه جا تهیه بکنید، در اون قسمت اولیه چطور اتفاق میفته؟ شما میرید و این رو میخرید، از کی میخرید، چطور میخرید؟ ببینید شما یا دارین خودتون تولید میکنید، همون ماینرهایی هستین که در واقع صحبتش رو توضیح داده شد و خودتون دارین در واقع این ارز رو تولید میکنید، یا اینکه نه میتونید برین در واقع تو بازار ارز خرید بکنید. مثل اینمونی که مثلا میگم شما فرض کنید میخواین سفر کنید خارج از ایران، یورو نیاز دارین، میرین سراغ بانک بهش ریال میدین و ازش یورو میگیرین. توی باز در واقع بازار بیت کوین هم همین شکل هست، شما میرین سراغ کسی که فروشنده بیت کوین هستش، میتونن صرافی باشن، میتونن اشخاص باشن، مثلا فرد من، مثلا فرض کنیم میرین سراغ من به من میگین که من اینقدر بیت کوین لازم دارم، بر اساس کجا پیدا میکنم شما رو؟ ببینید شما تو سطح اینترنت خیلی راحت میتونین اینو پیدا بکنید. داخل ایران مثلا خیلی سایت هایی هستن که الان دارن
خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن، از اون سمت خیلی از صرافی ها هستن که دارن در واقع این کار انجام میدن. یعنی شما با یه گوگل ساده خیلی راحت میتونید این وبسایت ها رو پیدا بکنید و یا به اون صرافی هایی که دارن این کار رو میکنن دسترسی داشته باشید. آیه نوروزی، الان بحثی که این روزها خبر رو برای ما داغ کرده که ما در صفحه دو بریم سراغش، این صحبت هایی هست که هر روز میشنویم، خیلی از وبسایت ها داخل ایران دائم دارن در مورد این قضیه خبر منتشر میکنن. وزارت نیرو گفته که میخوان اونها در واقع یک نرخ ویژه برای این استخراج کنندگان، نرخ ویژه برق برای استخراج کنندگان تعیین بکنن، چون به نظر میاد قیمت ارزان باعث شده که شبکه افت بکنه. گفته شده در خرداد مصرف برق 7% بیشتر از سالهای گذشته بوده به خاطر همین قضیه. یه مقدار در این مورد برای ما بیشتر توضیح میدید که چه اتفاقی افتاده در ایران؟ شاهد چه اتفاقی هستیم؟ حتما، اما در ابتدا اجازه بدید به دو نکته ای که در سوال پیشین مطرح شد و امیر به خوبی بهش اشاره کرد بستش بدم در واقع اگه ممکنه. یکی مشکل اسکیلبیلیتی هست که در واقع یکی از ضعف‌ها و باگ‌های بزرگ بلاکچین محسوب میشه و یه مسئله فنی خیلی مهمی که باید متخصصان بلاکچین در سال‌های آتی حلش کنن، به خاطر اینکه الگوریتم بیت کوین الان این امکان رو به شبکه میده که بتونه در هر ثانیه 7 تراکنش رو پردازش کنه. اتریوم که در جایگاه دوم قرار گرفته در جدول رده‌بندی ارزهای دیجیتال به لحاظ میزان سرمایه‌ای که درشون ریخته شده، میتونه 15 تراکنش رو پردازش کنه در هر ثانیه. ولی شما وقتی بخوای یه سیستم پرداخت بین‌المللی داشته باشی که قابل اتکا باشه و همیشه در دسترس، مثل ویزا یا مسترکارد، اونا هزاران ترانزکشن رو در ثانیه پردازش میکنن. به خاطر همین تا زمانی که این مسئله ریاضی در واقع حل نشه و بلاکچین نتونه این سرویس رو به کاربران ارائه بده، امکان این که اینا یه سیستم فراگیر پرداخت بین المللی مثل پیپل یا ویزا بشن در حال حاضر کمه. این یک نکته. ببینید، اتفاقی که در ایران داره میفته به لحاظ ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای سوء استفاده شاید از این در واقع منطقه خاکستری که وجود داره، یک کوچ طبیعی هست. این اتفاق در اروپا هم افتاده. شبکه به این صورت کار میکنه، در واقع طراحانش اینطوری در نظر گرفتن که هرچه تعداد ماینرها بیشتر باشه، الگوریتم هایی که مسائل ریاضی که الگوریتم بیت کوین بهشون ارائه میکنه برای حل کردن، برای پیشبرد کار شبکه و تعیین تراکنش ها سخت‌تر میشه. به همین خاطر بود که در سال 2009 شما شاید میتونستید مکبوکتون و لپتاپتون و کامپیوتر شخصیتون رو باز کنید و خیلی راحت بیت کوین ماین کنید، 1، 2، 3، یا 10 تا بیت کوین ماین کنید. ولی الان برای اینکه بتونید یه بیت کوین ماین کنید، خیلی باید، چون رقابت خیلی بیشتر شده، شبکه گسترده‌تر شده، اقبال عمومی بهش بیشتر شده و به همین خاطر توان فنی که شما باید در اختیار شبکه قرار بدید برای اینکه بتونید یه بیت کوین ماین کنید خیلی بیشتر است. حالا این اتفاق که در واقع کوچ به مناطقی هست که در اونجا هزینه ها پایین تر میاد تا سودها بالاتر بره، در اروپا هم میفته. ببینید، برای استخراج هر بیت کوین در ایران محاسبه شده که تقریبا 35 میلیون تومان یارانه دولتی پرداخت میشه و هزینه اون اگه بخوایم با دلار حساب کنیم 6000 دلاره. این هزینه در آلمانی که من زندگی میکنم برای هر کیلووات ساعت برق 33 سنت، یعنی هزینه استخراج هر بیت کوین در آلمان تقریبا 55 برابر ایرانه. بنابراین اگر من یک سرمایه‌دار آلمانی باشم که بخوام در زمینه استخراج بیت کوین سرمایه‌گذاری کنم، بسیار منطقی تر است که برم ایران، چون اون وقت بازگشت سرمایه‌ام 55 برابر بیشتره. این رقم بسیار قابل توجهه. ولی خب میدونیم که برق در ایران سوبسید دریافت میکنه. اگر که مثلا دولت تصمیم بگیره که سوبسید رو برای برقی که این استخراج کنندگان یا ماینرها در واقع استفاده میکنن برداره، شاید دیگه اونقدر سودآور نباشه. اگر تصمیم گرفتن که تعرفه برق صادراتی وضع کنن برای ماینرهای بیت کوین، و در اون صورت بله، معادلات بازی تا حد زیادی به هم میخوره. اما همچنان این نکته نمیشه از نظر دور داشت که به هر حال برق در ایران از خیلی جاهای دیگه دنیا ارزون‌تره. کوچی که داشتم میگفتم در اروپا، مثلا از سوئیس، آلمان، فرانسه به ایسلند اتفاق افتاده. به این دلیل که، یعنی در واقع ایسلند شده بهشت ماینرهای جهان در سالهای گذشته، به این خاطر که به خاطر برق در اونجا ارزون تر هست
تأسیسات و فارم های بیت کوین اونجا راه اندازی کردن هزینه‌اش پایین‌تره. و یک نکته خیلی مهم در راه اندازی تأسیسات استخراج بیت کوین اینه که شما نیاز به خنک کننده های بسیار قدرتمند دارید، به خاطر اینکه این پردازشگرهای گرافیکی که دارن 24 ساعته و 365 روز در سال کار میکنن، برق بسیاری مصرف میکنن و اونو تبدیل به حرارت میکنن و این حرارت باید کنترل بشه تا بتونه کار شبکه ادامه پیدا کنه. و این امکان در ایسلند وجود داره و به خاطر دمای هوا که عموما پایین هست در واقع یه سود طبیعی بهشون میرسونه. من قبلا با شما صحبت کردم و میدونم که شما خیلی امیدوار هستید که ایران هم بتونه از این فرصت استفاده کنه. یه بار دیگه میگید برای ما دلایلتون چی هست و چرا فکر میکنید ایران میتونه از این امکان بهره ببره؟ ببینید متاسفانه توی ایران تو خیلی از زمینه‌هایی که مرتبط با سرمایه‌گذاری میشه، به خاطر اینکه ترجیح منافع آنی بر منافع آتی داریم، یعنی آدمو ترجیح میدن سود لحظه‌ای خودشونو بگیرن و دید بلند مدت ندارن، افق دیدشون واقعا محدوده، درگیر بازار سیاه و قواعد اون میشیم. یعنی ما خبرهای واثق داریم که از اواسط سال 2017 و وقتی که این چرخه حرکت در واقع حباب بیت کوین به سمتی رفت که تصاعدی قیمت‌ها داشت بالا می‌رفت، سپاه و قرارگاه‌های اون از اونجایی که دسترسی به امکان وارد کردن نامحدود این تجهیزات رو از اسکله‌های خودشون دارن، اسکله‌های غیر رسمی خودشون دارن، این خبرهای واثق رو از کسانی که مثلا در زمینه تأسیسات خنک کننده فعالیت جدی دارن دریافت کردیم که داره سوله های بسیار جدی تو ایران راه اندازی میشه در ابعاد وسیع و این سپاه و شرکت های وابسته به اون فعالیت جدی دارن در این فضا، به خاطر اینکه بسیار پرسود هست. این نکته رو در نظر بگیرید که این نهادهایی که در ایران کار میکنن و به هیچ کسی پاسخگو نیستن، دسترسی به امکانی دارن که در هیچ جای دنیا برای هیچ کسی فراهم نیست، برق مجانی. یعنی این دوستان در واقع دارن از آب روان کره میگیرن و طبعاً حفظ انحصار در این حوزه خیلی مهم هست. چیزی که در مورد ایسلند گفتم خوبیش اینه که اومدن سازوکار ایجاد کردن که منافع این کار که از راه سرمایه گذاری ده ها سرمایه گذار بزرگ مثلا آلمانی یا سوئیسی نصیب اون کشور میشه، به همه مردمان اون کشور میرسه. اما در مورد ایران چون در واقع بازار سیاه میشه و کاملا مافیایی کار میشه در این زمینه، یعنی شما میتونی مجاری رسمی ورود تجهیزات رو برای مردم عادی ببندی و از اون بر برای نیروهای خودت کاملا باز نگهداری، به این خاطر در واقع این بازی که الان راه افتاده نگرانی جدی هست. اما فکر میکنم بیشتر برای این هست که رقبایی که با طمع سودجویی میان توی کار رو از میدان به در کنن و بتونن انحصار رو توی این زمینه حفظ کنن. آقای رشیدی، بحثی که باز خیلی میشنویم هول و هوش این هستش که اگه یادتون باشه وقتی بحث خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم ها بودم این خبر خیلی داغ شد، اینکه از ارزهای اینترنتی برای دور زدن تحریم ها استفاده بشه. چقدر محتمل هست، چقدر شدنی هست برای ایران این کار؟ در تئوری شدنیه ولی در عمل من خیلی بعید میدونم که این اتفاق بتونه رخ بده، به دلیل اینکه اولا حجم مبادله اونقدر بالا هست که در واقع شما نمیتونی ازش از این ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم استفاده بکنی. مسئله بعدی هم این هستش که شما میخواید در واقع اینو با کجا انجام بدی. ببینید سیستم مالی که تحریم شده یا سیستم تجارت جهانی که الان ما باش در روبرو هستیم بر اساس یک سری قواعد از پیش مشخص شده بین بانک ها و مراکز تجاری در واقع داره صورت میگیره. شما نمیتونین از یک در واقع ارز استفاده کنی که هیچ کدوم از اون قوانین رو رعایت نمیکنه، به شکل در واقع میشه که قانون مستقل خودش رو داره، هیچ جوری قابل ردیابی نیست، محدودیت های بسیار جدی خودش رو هم داره، استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم مثلا با اون سیستم منظم استاندارد از قبل در واقع داره کارش میبره جلو کار بکنه. بنابراین هم شما نظر در واقع حجم معاملات به مشکل برمیخورین، همین که در واقع ما الان قالبی نداریم که بتونه این ارز دیجیتال توی اون جا بگیره و مثلا فرض کنید شما بتونید با یه بانک جهانی کار بکنید تا مثلا پول نفت ایران رو دریافت کنید. متوجه.
برای همین من فکر نمی‌کنم که در اون حجم بتونه به ایران کمکی بده. در اون حجم نمی‌تونه، ولی بحث دیگه‌ای که ما همواره می‌بینیم که دولت‌ها در تلاش هستن که قانون‌گذاری کنن، بحث پولشویی هست. نگرانی از بازارهای تاریکی که ازش خبر ندارن و می‌دونیم که این بازار بازاری است که خیلی از دولت‌ها رو نگران می‌کنه. شما می‌بینید که در آینده نزدیک بتونن یا بخوان که راهی پیدا بکنن که نظارت بکنن بر بازار بیت کوین؟ ببینید به شکلی که الان وجود داره این بحث با بازار ارز دیجیتال نه. ببینید اولین قاعده خیلی جدی این ارزها، حالا بیت کوین، این هستش که اینها دیسنترالایز هستن، یعنی هیچ مرکزی ندارن و در واقع از هیچ قواعد چیزی که ما به عنوان قانون میشناسیم توی دنیای امروز پیروی نمی‌کنه. شما اگه بخواید مثلا کاری که ایران خیلی وقت داره صحبتشو میکنه، میگه ما می‌خوام ارز ملی خودمون رو، ارز دیجیتال ملی خودمون رو راه بندازیم، یا نمیدونم تو مرکز ملی فضای مجازی یه بحثایی دارن راجع به این چیزا میکنن. شما اگه اینو بخواید ببرید زیر نظر یک دولت قرار بدین، حالا چه ایران باشه چه هر دولت دیگه ای باشه، عنصر اصلی داستان داره حذف میشه که در واقع غیر متمرکز بودن و غیر قابل کنترل بودن این داستان باشه. وقتی این رو حذف بکنی، بخش خیلی زیادی از ارزش این ارزها از بین میره. در واقع ما اینو باید همیشه یادمون باشه که نکته خیلی مهم توی این ارزها که اون ارزش رو بهش میده این هستش که ناشناس هستن، غیر متمرکز هستن. حالا شما اگه بخواید این عنصر رو ازش بگیرید و تحت کنترل یه دولت قرارش بدین، خب میافتین تو همون سیستم سنتی سابق که خب چی داره در واقع پشوانه این ارز چی هستش، طلای ایران هست، نمیدونم گنجینه‌های ملی ایران هست، هر چیزی که هستش، و در واقع عنصر اصلی ازش گرفته میشه. وقتی این عنصر اصلی رو ازش بگیرین، دیگه با ارزهای معمولی که الان در بازار هستن در اساس تفاوت خیلی زیادی نداره و در نتیجه ارزشش هم خیلی متفاوت نخواهد بود. صحبت ارزهای معمول رو کردیم، میدونیم در مورد کشوری صحبت میکنیم که به هر حال مسئله اقتصادی جدی داره، مسئله سقوط ارزش پول ملیش هست و خیلی ها ممکنه علاقمند باشن که در بازارهای مطمئن سرمایه گذاری بکنن. آقای نوروزی، بیت کوین چقدر میتونه اون بازار مطمئن برای افراد عادی جامعه باشه؟ میدونیم مثلا در یونان خیلی ها در اون دوره سقوط اقتصادی روی آوردن بهش. در ایران هم ممکنه؟ در هر کشوری ممکنه. ببینید ماهیت این شبکه نوتراله و به این خاطر که اساسش باز کد و رمزنگاریه و اساسا شبکه بلاکچین دریافتی از این نداره که شما که دارید باش تعامل انجام میدید، این تعامل رو دارید از لندن انجام میدید یا کرمان یا هر شهر دیگه ای در جهان. به همین خاطر وضع قوانین برای این راحت نیست، چون این چیزها در کد بیت کوین تعریف شده و امکان دخل و تصرف در کد برای دولت، هیچ دولتی در جهان وجود نداره. دولتی مثل چین میتونه ترید بیت کوین رو ممنوع کنه که باعث یک ریزش آنی بسیار شدید در بازار میشه، اما میبینیم که بازار ریکاور میشه، دوباره برمیگرده و یه سیکل جدید رو شروع میکنه. میخوام یه نکته رو درباره تحریما اول اشاره کنم. ببینید همونطور که امیر گفت، به صورت بالقوه این امکان وجود داره. به خاطر اینکه شبکه بی‌طرف، بی‌مرکزه و هیچ کسی نمیتونه قواعدی براش تعریف کنه، این امکان وجود داره که کشورهای مثل ایران که واقعاً تحت تحریم‌های ظالمانه و کمرشکن کشورهای قدرت‌های دیگه‌ن بتونن ازش استفاده کنن. اما به این سادگی نیست که اونطوری که مثلا آقای مدیری توی این سریال جدیدشون گفتن برادرها انقدر تحریما رو دور زدن براشون راحته که دارن میرن میگن داریم میریم دور دور. یه همچین کاری خیلی میسر نیست، یعنی نیازمند یه برنامه‌ریزی استراتژیک بلند مدت با افق باز که شما به متخصصان امکان اینو بدی، اولا که نسلی از متخصصان رو پرورش بدی و بعد به اون متخصصان اجازه بدی که مدام فضا رو اسکن کنن، آنالیز کنن و به این نتیجه برسن که چه راهکارهای جدیدی نوآورانه میشه آورد برای اینکه بتونیم مثلا در 5 سال آینده ایران رو مصون کنیم در برابر تحریما. این امکان شدنی هست، اما میگم چون اسیر سودجویی های آنی میشن و اون دید بلند مدت رو از دست میدن، در نهایت به جای زیادی نخرسن. اما به عنوان استور اف والیو استفاده کردن بیت کوین برای یک کشوری مثل ایران، بله. شما اگه من مثال روشن بخوام براتون بزنم، در همون روزهایی که در واقع ترامپ از توافق از برجام خارج شد و یورو شروع کرد به رشد تصاعدی ارزش یورو در برابر ریال، اگر همون روزهایی که بسیاری از آدم‌ها خب مثل هر بازار اقتصادی دیگه‌ای که طمع در واقع نیروی محرکه میشه و
آدم‌های زیادی رو ترغیب می‌کنه به اینکه بیان یورو بخرن یا دلار بخرن. اگر در همون روزها بیت کوین خریده بودن، اتفاقا اون روزها مصادف شده بود با سقوط شدید بیت کوین و یه رشد 300% سرمایه داشتن الان. ولی من معذرت میخوام، من فقط یه سوال رو چون آقای رشیدی کمتر صحبت کردن از ایشون میپرسم، آیا همین مسئله، همین مسئله ای که بیت کوین به شدت نوسان داره، گاهی به شدت پایین میاد دوباره به شدت بالا میره، آیا این نمیتونه، آیا قابل کنترل هست؟ آیا میشه یه کاری بکنن در آینده که این رو کنترل بکنن که برای سرمایه گذار مطمئن تر باشه این بازار یا نه؟ کنترل توسط چه کسی؟ یعنی داریم روی کنترل دولت ها حرف میزنیم؟ نه، با سیستمی که در واقع بهتون گفتم توی این بیت کوین وجود داره، احسانم به خوبی توی در واقع شروع صحبتش باز کرد و توضیح داد، نه نمیشه چنین کاری کردش، به خاطر اینکه میگم اصلا فلسفه وجودی این داستان بر این هستش که دولت ها و قدرت ها کنترلی روی این ماجرا نداشته باشن. برنامه ریزان چی؟ کسانی که اصلا بیت کوین رو برنامه ریزی میکنن، اونها هم نمیتونن کنترلش بکنن. اونهاش خب شاید بتونن کنترل بکنن با تغییرات این الگوریتما، با نمیدونم اینکه مثلا کجا برن چه میزان تولید بکنن و بحثای از این دست. ولی ببینید، بازم میخوام بگم، ببینید هسته اصلی، فلسفه اصلی غیر متمرکز بودنش است. شما زمانی میتونین یک کنترل کامل، باز میگم باید ببینیم راجع به چه مفاهیم تو چه دنیایی داریم حرف میزنیم. توی دنیای غیر متمرکز شما نمیتونین کنترل 100% و کامل داشته باشین و تمام اون عنصرهایی که توی این دنیا دارن کار میکنن، از اون برنامه‌نویسایی که دارن کدا رو تولید میکنن، تا اون کسایی که دارن ماین میکنن و تولید میکنن، تا اون اصلا بازار خیلی وسیعی که وجود داره. شما الان برین توی وبسایت دیوار اگه نگاه بکنین، میبینین که فقط بحث تولید بیت کوین نیست، یک بازار بزرگی به وجود اومده از یک جامعه بزرگی که همه دارن روش کار میکنن. یکی آگهی میده من میام واسه این شبکه هاشو نصب میکنم، یکی میگه من میتونم برقشو درست بکنم، یکی میگه من میتونم، همینا داره در ایران اتفاق میفته. پس بنابراین تعداد زیادی ممکن است که باش رو به رو هستیم. بنابراین امیدواریم که این برنامه برای اون کسایی که با این دنیا آشنا نبودن چیزی برای گفتن داشته باشه. خیلی ممنونم از هر دوی شما که به ما کمک کردید که این بحث رو مطرح بکنیم، آقای نوروزی و آقای رشیدی. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی یوتیوب مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.